دفتر حقوقی ایرج ناصریان با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی در نهایت صداقت و درایت. متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی می‌باشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه‌گذاری EB-5، سرمایه‌گذاری EB-2، حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیرقانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900-877-331-4413. دفتر حقوقی ایرج ناصریان. بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین، امیدوارم که روز و روزگار به خوشی بگذرونین و سلامت بشین. برنامه ما روزهای شنبه ساعت 11 تا 12 پخش میشه. این برنامه باز پخش داره در آمریکا ساعت 1:30 شب مثلا فرداست و در ایران هم همون موقع در روز ساعت 1 بعد از ظهر در که روز یک شنبه 1 بعد از ظهر در ایران پخش میشه. در ضمن این برنامه هم روی آرشیو تلویزیون پارس هست و همین هم که روی یوتیوب هستش که با خط سبز اونجا آدرس یوتیوب نوشته شده، اگر کسی بخواد این برنامه رو نگاه بکنه یا احیانا قسمتش رو از دست داده بشه بخواد بقیه برنامه رو نگاه کنه، روی یوتیوب میتونن این برنامه رو برن و اگر که خواستن اطلاعاتی بگیره. ما در روند کار ما همیشه این بوده که میام اول برنامه اگر که قوانین جدید مهاجرت هست صحبت بکنیم، بعد یه مقدار درباره صحبت هایی که میشه دور و بر در مورد ایمیگریشن و اتفاقاتی که در احتمال داره که بیفته صحبت میکنیم و در ضمن در مورد کیسایی که به طور کلی اطلاعاتش برای عموم اطلاعاتی در دفتر کیسایی که در دفتر هست و اطلاعاتش برای عموم ممکنه مفید باشه من صحبت میکنم. بعدم که تلفن رو یه نیم ساعت بعد از شروع برنامه باز میذاریم و کسانی که سوالی داشته باشم من تا بتونم جواب میدم، تا بتونم اطلاعات میگیرم. اگر نتونم اطلاعات کافی بگیرم یا جواب کافی نداشته باشم، خواهش میکنم به دفتر تلویزیون به دفتر آفیس زنگ بزنم و من بیشتر بتونم زمان بذارم. در حال حاضر قوانین ایمیگریشن اینقدر دولت سر کارهای دیگه مشغوله یا کنگره سر کارهای دیگه مشغوله که در مورد مهاجرت زیاد صحبت اون ریفورم اکتی که اون به طور کلی بازرسی و قوانین جدید مهاجرت چیزی وجود نداره. فقط مقدار زیادی الان صحبت سر همون ترافل بن هست، دستوراتی که آقای رئیس جمهور در تاریخ 28 ژانویه دادش که همونجور که میدونین دفعه اول رو کرد جلوشو گرفت، دو مرتبه این رو اصلاحش کردن فرستادن، دو مرتبه کرد جلوشو گرفت، دادگاه جلوشو گرفت و الان تقاضا کردن به دادگاه عالی آمریکا US Supreme Court که معمولا نه همیشه در مورد قوانین حرف آخر رو سوپریم کورت میزنه، دادگاه عالی آمریکا میزنه و روی اون دیگه صحبتی نمیشه مگر اینکه کنگره بیاد. اگرم که احیانا سوپریم کورت دادگاه عالی آمریکا یک به حساب مسئله رو یک قانونی رو به رسمیت بشناسه یا به رسمیت نشناسه، اگر مجلس بیاد اون رو به صورت استاتوت تصویب بکنه، اون وقت میتونه اون اوررول بکنه دادگاه تصمیم دادگاه آمریکا رو. الان کیس در سوپریم کورت هست در مورد ترافل بن، هیچی فرق نکرده، فقط این هفته اعلان کردن که
برای 65,000 نفر، در حدود 65,000 نفر که اسمشون رو دارن، اینا تعداد، البته کوشنری میفرستن که از کسانی که از این ششتا مملکت میان بیرون، که ششتا مملکت شما بهتر از من میدونی که متاسفانه ایران یکی از اونا هستش، سوالهای زیادی میکنن. سوالها در مورد چیه؟ که شما در 15 سال گذشته کجا کار کردین؟ کجا مسافرت رفتین؟ خرج مسافرتتون رو کی داده؟ توی شبکه‌های اجتماعی یوزرنیمتون چی هستش؟ حتی در مورد کانتنت، در مورد به حساب محتوای این پیغامایی که فرستادین، اینا نگاه میکنن ببینن که آیا این شخصی که تقاضای ویزا میکنه اولا کی هستش، دوم چه رابطه ای احیانا با شبکه های تروریستی داره. شکی نداره که این یه بار زیادی روی کسانی که ویزاهای نان ایمیگرند یا ایمیگرند میخوان بگیرن میذاره، به حساب تأخیر میشه تو این کارها. تأخیر از همین الان شروع شده، کسانی که بک‌گراند چک بهشون میخوره، بعد در بعضی موارد یک سال هم منتظر شدن تا بک‌گراند چکشون بیاد. آیا کسی میتونه در مورد این بک‌گراند چک‌ها کاری بکنه؟ نه، هیچ وکیلی یا کسی دیگه نمیتونه در این مورد، حتی اگر بارها شده که مثلا یه نفر نوشته که یا تلفن کرد به من که من با سناتور فلان میخوام صحبت کنم، سناتور ایالت ماست. سناتور قانونگذاره. این قانونی که مثلا درباره سوالها کردن، خب اون سناتور اومده چیکار کرده؟ اون قانون رو تصویبش کرده. حالا میخوان چی بگه به دولت؟ اگر به دولت بگه که اینو مثلا نادیده بگیریم، میگه آقا تو این قانون رو خودتون تصویب کردین و تو امضا زیرشه. تنها کاری که اون سناتور یا نماینده مجلس میکنه اینه که یک برای اینکه اون کسی که تلفن کرده که فردا ممکنه بهش بخواد رأی بده انتخابات دیگه، اون راضی نگرش داره، یه نامه برمی‌داره به ایمیگریشن می‌نویسه که آره این کلاینت من هستش، آدم خوبی هم هستش، طبق قانونی که هست باش رفتار بکنی. خب اینو کنسولگری یا یو اس سی اس همون کارو داره میکنه، اون قانون رو داره رفتار میکنه. قانونی که رفتار میکنه همون قانونی که اون سناتوره یا نماینده مجلس نوشته. این بیشتر سر مسئله ایه که اکثرا میبینیم که الان اتفاقاتی که سراسر دنیا میفته و متاسفانه جونه یه ده از بین میره و یه جونه یه ده بیگناه از بین میره، میگن خب جلوشو بگیریم. خب شکی نداره اگر شما میخواین که سوار هواپیما بشین از یه نقطه به نقطه دیگه برین، دلتون میخواد اون کسی که بغلتون نشسته بم کمرش نبسته باشه. پس بنابراین از این طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که یه مقدار کارا دیر اتفاق میفته، از اون طرف میبینیم که امنیت ممکنه که بیشتر باشه. در مورد این دستور آقای اوباما، 16 تا ایالت اومدن به سوپریم کورت. یه چیزی هست بهش میگن امیکس بریف. امیکس بریف یعنی چی؟ یعنی یک لایحه‌ای که برای پشتیبانی از این کیسی که جلوی سوپریم کورت هستش نوشتن. 16 تا ایالت نوشتن که ما با این کار موافقیم، میخوام که این به حساب مسافرت ها تا اونجایی که میشه بررسی بشه که کی داره مسافرت میکنه و چه بک‌گراندی داره. موضوع دیگه که میخواستم صحبت بکنم اینه که اینا به طور کلی میگن که این مسئله چیز نیست، مسئله مذهب نیست، مسئله اینه که خب
در حدود 100 خورده مملکت اسلامی هست و این 6 تا مملکت رو حتی در زمان آقای ریاست جمهوری آقای اوباما هم اینا هم ذکر شدن به ممالکی که باید به حساب توجه کرد بهشون، توجه کرد از نظر کسانی که مسافرت میکنن از اون ممالک، ببینیم این افراد بکراندشون چی هستش، اطلاعات بیشتری میخوایم بگیریم. صحبت دیگه که من میخواستم امروز بکنم در مورد یه دو سه تا چیز هست که اولا در مورد کسانی که دارن سیتیزنشیپ میگیرن، چندین کیس من داشتم که اولا کسی که سیتیزنشیپ میخواد بگیره باید که اگر که همسر سیتیزن داشته باشه 3 سال و در غیر این صورت در تمام حالات دیگه باید 5 سال از صدور گرین کارتش بگذره، 3 سال و 3 ماه کم یا 5 سال و 3 ماه کم. در این مدتی که اون در اینجا اقامت داره، یعنی گرین کارت داره که همون اقامت دائم در آمریکاست، باید ثابت بکنه که اقامت دائم در آمریکا داره. اقامت دائم این نیستش که مرتب همیشه در اینجا مونده باشه، میتونه یک شخص مسافرت بکنه، ولی اکثرا میبینیم که یک عده مشکل اینو دارن که مثلا بگن ما سر 6 ماه برگشتیم. نه، سر 6 ماه برگشتیم به محض این صحبت بشه اپلیکیشن شما از بین خواهد رفت. اهمیتی هم نداره که امتحان انگلیسیتون رو پس کرده باشین، امتحان سیویکتون رو پس کرده باشین، باید نشون بدین که شما در اینجا زندگی میکنین، در اینجا دامیسیلری دارین. دامیسیلری یعنی گرین کارت، اسمش گرین کارده ولی حساب اسم شایع شده بین مردم گرین کارت است، ولی گرین کارت حقیقتا از اقامت دائم در آمریکا. شما اقامت در آمریکا داری، حالا ممکنه بری 1 ماه مسافرت بیرون، 15 روز بری بیرون، 2 ماه بری بیرون، و اگر که بیشتر از این بری، هی بری و برگردی، چه اتفاقی میفته؟ اولا سر مرز، سر مرز برای سیتیزنشیپ اگر احیانا شما نتونید ثابت بکنید که مقیم در آمریکا بودی، چجوری مقیم دائم در آمریکا هستی؟ یک، اینه که شما در اینجا خونه زندگی داری، کار داری، تصدیق رانندگی داری، کارهایی که بقیه کسانی که سیتیزن آمریکا میکنن، حتی اگر خلاف رانندگی تیکت رانندگی داری، نشون میده در اینجا زندگی میکنی. اگر پلو دکتر رفتی، نشون میده که پلو دکتر رفتی. اگر که مثلا بگم خرید کردی، اگر که اتومبیل خریدی فروختی، تمام این مدارک نشون میده که شما مثل یک انسانی که مثل یک فرد، یک فردی که به طور عادی در آمریکا زندگی میکنه، شما هم دارین زندگی میکنین. حالا رفتی مسافرتی ما بیرون، ایبی نداره تا موقعی که نشون بدی که خونت اینجاست، کارت اینجاست، زندگی اینجاست، ولی برای یه ما رفتی بیرون. حالا سر مرز چی میشه که یکی گرین کارت داره؟ خیلی ها تلفن میکنن میگن که مثلا من 2 ساله نیومدم، 1 سال نیومدم. اگر شما با ری انتری پرمیت رفته باشین، ری انتری پرمیت برای کیه؟ برای کسانی که گرین کارت دارن ولی به علتی میخوان بیش از 1 سال خارج از آمریکا بمونن، تقاضا میکنن که ری انتری پرمیت بگیرن. به اصطلاح میگن چی؟ پاسپورت سفید، ولی اون الان دیگه سبز شده. اون پاسپورت رو میگیرن تا 2 سال دیگه نیان. مثلا بگیم امروز من اجازه میگیرم که ری انتری پرمیت بگیرم تا 2 سال دیگه نیام، هیچ دلیل نداره که من نتونم 4 ماه دیگه وارد بشم، 6 ماه دیگه وارد بشم، 8 ماه دیگه وارد بشم. در طول این مدت 2 سال من هر موقعی میتونم برگردم، هر موقعی میتونم که رفت و آمد داشته باشم، و این به من مزیتی که داره اینه که اگر از 2 سال خارج بشم، نمیگن گرین کارت تو باطله. برای اینکه چیه؟ برای اینکه تو در آمریکا زندگی نکردی. آره زندگی نکردم، ولی من با اجازه به دلایلی که نوشتم و شما اپروف کردین، من رفتم بیرون. حالا
کسانی که یه مدتی خارج از آمریکا بودن، این رفت و برگشت ها باعث میشه که سر مرز، خب بالاخره حالا ممکنه که توی خروجتون خروج نزده باشن، ولی یه نفر که از آمریکا خارج میشه بالاخره یه جای دیگه وارد میشه. مثلا میگم من از اینجا میشم میرم ایران، سر مرز به من مهر خروج نمیزنن، ولی موقعی که وارد ایران که میشم مهر ورود که میزنن، اون مهر ورود اونجا مهر خروج از اینجا میشه. حالا در ضمن الان دارن صحبت این میکنن که 7-8 سال پیش قرار بود این کار بشه، انجام نشد، ولی الان دارن صحبت میکنن که مهر خروج هم زده باشه روی پاسپورت ها. پس بنابراین اینم مواظب باشین. مسئله دیگه که من داشتم این دو هفته گذشته این بودش که خروج پول از آمریکا بود، احتمال داره که رندوملی بیان ازتون بپرسن که چقدر پول داری خارج میکنی. کاملا همون جوری که میتونن بپرسن که چقدر پول داری وارد میکنی، همون جور میتونن بپرسن که چقدر پول خارج میکنی. اگر احیانا شما در اون مورد حرف حقیقت نزده باشین، میتونن اون چیو سیز بکنن، یعنی پولتون رو توقیف بکنن، پولتون رو سیز یعنی توقیف بکنن، بگیرن، نگه دارن. آیا این میشه پول رو برگردون؟ شکی نداره که باید که روش اقدام کرد و به دلایل مختلف این رو بیان چیکار بکنیم برش گردونن. ولی این مقدار پول چی هستش؟ فقط دلار آمریکایی نیست، ممکنه که شما دلار باشه، ممکنه مارک باشه، پوند انگلیس باشه، پول باشه، یا یه ورقه های تجاری که به حساب تراولز چک باشه، اینا همه به عنوان پول حساب میشه. اگر شما احیانا حقیقت چه در موقع ورود چه در موقع خروج اگر سوالی شد ازتون، اولا تو هواپیما هستین موقعی که وارد میشین باید این رو بنویسین، و اون به ازای هر خانواده هستش موقعی که وارد میشین. یعنی اگر کسی یه خانواده 5 نفری هستن که وارد میشن، زیر 10,000 دلار نباید گزارش بکنن، بالای 10,000 دلار باید گزارش بکنن. اگر یک نفری وارد میشه زیر 10,000 دلار، ببینید فرقی نمیکنه نفر باشه یا خانواده، یک ورود باید 10,000 دلار باشه. حالا این ورود این خانواده 5 نفریه، این خانواده 2 نفریان یا 1 نفریان، به هر صورت اون 10,000 دلار قانونش اجرا میشه. صحبت دیگه که من در مورد موقع شما وارد مرز که میشین، ممکنه روی پاسپورتتون این علامت خروج اینا نداشته باشه، ولی ورود مثلا مملکت دیگه هستش. آفیسر ممکنه میپرسه چند وقت شما بیرون بودین، خب شما زمانشو بهش میگین. بعدن موقعی که البته خب این روی در بعضی منطقه‌های ورود، یعنی پورت آف انتری که مثلا یا فرودگاه هستش یا سر مرز خاکی هست یا سر مرز آبی هست، اینا به طور کلی روی کامپیوتر ضبط میشه. اگر یک آفیسری ببینه که شما تعداد زیادی، اگر ببینه مثلا یه 2 مرتبه رفتین و برگشتین 5 ماه 6 ماه، ممکنه حرفی نزنه، بعضی موقع ممکنه یه تذکر بده. بعد از تذکر اون وقت شما مجبورین که این رفت و آمدتون رو یه کمی کنترلش بکنین یا با اجازه انجامش بدین. ولی اگر تعداد زیادی که باشه میتونه این شما گرین کارت ازتون بگیره و بفرستتون برای اینسپکشن، به دیفرد اینسپکشن که مثلا 1 ماه بهتون وقت میده. شما وارد آمریکا میشین، فیزیکلی وارد آمریکا هستین، ولی هنوز لیگالی مهر نزن که 2 مرتبه برمیگردین. برای اینکه هر کسی که گرین کارت داره هر موقع میره بیرون و برمیگرده باید چیکار کنه؟ باید ادمیتنس بگیره، یعنی بگه که این جزء کسانی نیستش که این ادمیسیبلن. برای اینکه مثلا بگم چارج سپورتشون ندادن، تو دادگاه نرفتن، کارهای خلاف کردن و مشکلات دیگه که داشته باشه از نظر
کارهای حقوقی. در مورد صحبت دیگه که من بخواستم بکنم در مورد سرمایه گذاری ای بی 5 هست. ببخشید، این سرمایه گذاری ای بی 5 احتمال داره که آخر ما، آخر همین ما که ما امروز نهم هستیم، در حدود 2-3 هفته دیگه از بین یا از بین بره یا همینجوری بمونه یا مقدار سرمایه گذاری بیشتر بشه. اون کسانی که من براشون ای بی 5 تقاضا کردم، ما همه رو فرستادیم، رسیدشو که به حساب اون فایلینگ فی که باید باشه من برای اون افراد فرستادم، مشکلی نداریم. ولی اگر احیانا کسی میخواد که در این سرمایه گذاری شرکت بکنه، باید بدونه که در حدود 1-2 هفته دیگه این ممکنه تغییر بکنه. در حال حاضر نمیدونیم تغییرش به چی خواهد بود، ولی اون چی که مسلمه تغییر خواهد کرد و هم فایلینگ فی اضافه میشه، همین هم که مقدار سرمایه گذاری که باید انجام بشه. در مورد کسانی که تقاضا کردم برای مثلا بگم یک آقای سیتیزنی هستش که فکر کنم خواهرشون یا مادرشون دیروز تلفن کردم به من که این شخص مثلا سیتیزنه، 5 ساله در ایرانه و ازدواج کرده و میخواد همسرشو بیاره. قانون به شما اجازه میده که شما افراد خانوادتون با هم دیگه باشین. من که سیتیزن هستم یا من که گرین کارت دارم، اجازه دارم که تقاضا کنم از دولت همسر من بیاد با من زندگی کنه، ولی اول من باید ثابت کنم که من اینجا دارم زندگی میکنم که اون بیاد پلو من. اگر من مثلا بگم در ایران هستم، سیتیزن آمریکا هستم یا گرین کارت آمریکا رو دارم و بگم که دولت میخوام من تقاضا کنم که همسرم بیاد آمریکا، میگه اول تو ثابت کن که تو دامیسیلری داشته باشی، در آمریکا داری زندگی میکنی، بعدا میخواد که همسرت یا بچت بیاد پلو تو. البته در بعضی موارد هستش که یه نفر مثلا بگم سیتیزنه یا گرین کارت داره، میره در ایران یا هر مملکت دیگه ازدواج میکنه. خب شکی نداره که آدم میتونه اینو آرگیو بکنه با دولت که اگر این شخص هنوز در اینجا دامیسیلری نداره، ولی خب مثلا اینجا خونه زندگی داشته، اینجا داشته کار میکرده، سیتیزنشیپش گرفته، رفته مثلا بگم برای مسافرتی در خارج از مملکت، خارج از مملکت گرفته، اونجا اتفاقا با یه نفر آشنا شده و ازدواج کرده و 7-8 ماه آینده هم نمیخواد بیاد آمریکا، یعنی نمیتونه دامیسیلریشو ثابت بکنه. این رو بازم میشه صحبت کرد که خب این تقریبا منطقی به نظر میرسه که یه نفری که تازه ازدواج میکنه میخواد پلو همسرش بمونه و بعد از اینکه یه مدتی گذشت، نزدیک به گرفتن اینترویو اون همسرش شد، این بر میگرده اینجا، برای اینکه شما برای دامیسیلری از در حقوقی باید نشون بدین که این نیر فیوچر، ایمیدیتی نیر فیوچر شما میخوای برگردی و دامیسیلری تو عوض بکنی. از این نظر اونا هم این جوابی که من به اونا دارم. حالا بینیم تلفن ها رو جواب بده. بفهمید. سلام آقای دکتر. سلام خانم، بفهمید. خواهش میکنم، من برای خواهر و برادرم فوریه 2006 اقدام کردم. این فقط یه نامه رسید که مدارک رسیده و یک شماره پرونده من دادن. اوکی. الان به کی چه زمانی دارن رسیدگی میکنن و آیا وقتش برسه من نامه ای دریافت میکنم؟ 2006 تقاضا کردین؟ آره. بله. اولا یک، شما از کجا زنگ میزنید؟ از واشنگتن دی سی. به کامپیوتر آشنایی دارین؟ بله. من الان جوابتون میدم، ولی در آتیه برای اینکه خودتون بتونین این کار انجام بدین، میرین گوگل میکنین uscis.gov. نه ماز، آره، میرین به طور کلی تو گوگل میزنین ویزا بولتن، VISA بولتن، BULLITIN،
یه جدولی میاد، اولین جدول مال فامیلی ریلیتد هستش. اون به حساب دو تا ردیف داره، مثلا دو تا کالم داره، دو تا ستون داره. ستون اولی که نگاه میکنین اونجا یه جا هست بنوشته F4. F4 مال کیه؟ مال خواهر و برادر یک سیتیزن آمریکا هستش. بعدن اون ستون دومی که نگاه میکنین جلوش نوشته May 8, 2004، یعنی کسانی که May 8, 2004 تقاضا کردن الان دارن بهشون ویزا میدن. شما 2008 تقاضا کردین؟ آره 2006. پس بنابراین 2004 الان دارن میدن، 2006 یه سال، دو سال دیگه مونده. اوکی؟ من دریافت میکنم. شما چیز دریافت نمیکنین. شما براتون اولا یک، اگر احیانا چنج ادرس دارین اینو اطلاع بدیم، برای اینکه بارها شده که یک نفر سیتیزن احتیاج نداره چنج ادرس به دولت بده، ولی موقعی که این شخص برای یه نفر اپلای کرده، آدرسی که داده به نشنال ویزا سنتر یا یو اس سی آی اس، باید شما به اونا آدرسونو چنج تغییر آدرسونو بدین که اونا بدونن باهاتون چجوری مکاتبه بکنن. در حدود یه سال دیگه، در حدود یه سال دیگه براتون یه نامه میرسه که بهش میگن فی بیلز. اون رو باید $120 برای کل فامیل بدین و برای هر اعضای فامیلی که شما براشون تقاضا کردین نفری $325 بدین. و در ضمن باید چیکار کنین؟ همون موقع ضمانت مالی رو هم به دولت بدین. حالا اگه ضمانت مالی رو من نخوام انجام بدم، آیا اونا میتونن خودشون شونو چیز کنن ضامن مالی بشن؟ شما ضامن مالی، شما چون در آلمان باشه، یه حسابی در آلمان دارن، چون من نمیتونم اینا رو ساپورت کنم. اینا هر کدومشون یه خانواده 5 نفره، خواهرمه، برادرم یه خانواده 4 نفر هست، نمیتونم اینا رو من همه رو ساپورت کنم. آیا خودشون میتونن این کارو بکنن؟ اولا یک، چون شما اپلای کردین، شما پتیشن رو شما نوشید، شما 100% باید اون فرم رو پر بکنین. حالا شما میخوام بگین من استطاعت مالی ندارم، آیا اونها استطاعت مالی دارن؟ آیا خودشون میتونن سلف سپورتین باشن یا نه؟ بله سلف سپورتین باید باشن، به دولت باید ثابت بکنن، فاکتورهای رو ثابت بکنن که اینا سنشون چجوریه، تحصیلاتشون چجوریه، کارشون چجوریه و چقدره. بعد از اینکه زندگیشون رو بخوام بفروشن که مهاجرت به اینجا بکنن، چقدر پول نقد دارن و این پول نقد برای چند سال میتونه چیکار کنه؟ اینا رو نگه داره و در ضمن ادویکیشن و اکسپریانس اونا، تجربهشون، تجربه کاریشون جوریه که اینا در خیلی مدت زمان کمی میتونن کار بگیرن. بازم برای اینکه ساپورت بکنن شما میتونین برین توی کامپیوتر، توی به حساب دیکشنری آف اکوپیشنال تایتل اونجا نگاه بکنین، ببینین مثلا این شغل اینا که مثلا بگیم، که به عنوان مثال دارم میگم، جوشکار هستش، الان در آمریکا چقدر جوشکار وجود داره؟ برای دکتر چی؟ برای پزشک چی؟ پزشک اینجا لایسنس نمیتونه بگیره، باید لایسنس بگیره، اینجا کار نمیتونه بکنه. برای اینکه یه نفر پزشکی که بیاد اینجا باید امتحانای یو اس ام ال ای رو بده، باید لایسنس بگیره تا بتونه کار بکنه. البته همه این چیزا رو فکر نمیکنم شما خودتون بتونین این آرگیو رو بکنین، باید که یک نفر کسی که وکیلی بگیره. من پیشنهادم اینه. بله پس به این نتیجه رسیدیم که من یک سال دیگه یا یک سال نیم دیگه یه نامه دریافت میکنم و مبلغ پول باید پرداخت کنم. بله بله خیلی ازتون متشکرم، روز خوشی داشته باشید. همجور برای شما خانم. خواهش میکنم. خواهش بفرمین. خسته نباشید. مرسی خانم، درود بر شما. پسر من حدود 5 هفته پیش تو آنکارا اینترویو داشت، مطابق خیلی که این اتفاق الان میافته بهش بک خورد،
و هنوز ما چک میکنیم هیچ چیزی تو کیسش نیومده، نه هیچ آپدیتی شده و نه هیچی. اینطور که من تو ریویو خوندم، گویا برای یه عده از کسایی که بهشون بکران چک خورده، همون فرمی که شما اول برنامه فرمودین که از اینا برای 15 سال گذشتهشون یه پرسشنامه هایی فرستادن و خب یه سوالایی کردن و اینا، بعد این سوالا رو جواب بدن و این براشون پس بفرستن، که خب قطعا موجب تاخیر بیشتری تو این بکران چک میشه. با توجه به اینکه 5 هفته از اینترویو پسر من گذشته و تا حالا چنین فرمی رو ما دریافت نکردیم و هیچ ایمیلی به ما نزدن، آیا یعنی ایشون شاملش نشده این پرسشنامه؟ ممکنه شامل نشه یا ممکنه در آینده براشون بفرستن؟ به چه صورته؟ و آیا زدن ایمیل به اینا که به اصطلاح ما ازشون سوال کنیم که مثلا کیس ما چی شد، یا به قول معروف فالوآپی بکنیم یا چیزی، تأثیری تو تصویر روند کاریمون داره یا نه؟ اولا همونجور که من اول برنامه گفتم، تا اینجایی که من میدونم دستوری که در 4 می یعنی 1 هفته پیش داده شده برای این کوئسشنر بزرگ، بیشتر فوکوس کردن روی 65,000 نفر. حالا 65,002 باشه یا 64,800 تا باشه نه، ولی در حدود 65,000 نفر رو به حساب هدف دارن که فکر میکنن که اینا ممکنه که بخوان اطلاعات بیشتری ازشون بخوان. اگر تا حالا براتون چیزی نیامده، خب شاید ایشون جز اون 65,000 نفر نباشن، که انشالله هم که نیستن. آیا شما ایمیل بزنید به اینا اثری میذاره یا نه؟ نه، برای اینکه کنسول یا هیچ کسی دیگه، من بارها شنیدم که یه نفر تلفن میکنه میگه من با فلان کس صحبت کردم، گفته آره من این کارو بکنم کارو جلو میزم. نه، من اصلا قبول ندارم این کارو، برای اینکه حتی کنسولم در این مورد رولی نداره. باید که از FBI، شما موقعی که ویزاتونی که میگیرین اهمیت نداره چه نوع ویزایی دارین، یک فرم شماره ویزا رو میذاره و شرم ببخشید و فرم اون به حساب کلیرنس رو میذاره. موقعی که فرم کلیرنس رو از FBI براشون اون شماره رو دادن، ویزا برای شما صادر میشه. اگر که برای پسر شما نیامده، احتمال زیاد داره که جزو 65,000 نفر نیست. حالا ممکنه 1 هفته دیگه بیاد، نمیدونیم. آیا چقدر طول میکشه؟ نه که من میدونم، هیچ کی دیگه هم نمیدونه. و سب کنین تا جواب بدن. آقای دکتر، آنستلی بهتون بگم، من پسرم این نامزدی تو ایران داره. خب انقدر که این من گرین کارت هولدر بودم و برای پسرم تقاضا کردم، انقدر که این پروسه طولانی شد و به خاطر ترابل بن و بعدم بکران چک خورده، حالا ما میخوایم ریسکی بکنیم نامزد ایشون بره تقاضای ویزای توریستی کنه. آیا این روندش به چه صورته؟ بعد با توجه به اینکه الان این FBI چکی که به پسر من خورده مشخص نیست که ویزای ایشون در بیاد، اگر حالا به طور معجزه‌آسایی به نامزد ایشون ویزای توریستی بدن، ایشون چقدر فرصت دارن که وقتی ویزا رو دریافت کردن چقدر بعدش میتونن وارد امریکا بشن؟ معمولا موقعی که ویزا به شما میدن، بله، مدت زمانی که در امریکا شما میتونین بمونین روی ویزا نوشته نشده، ولی مدت زمانی که شما میتونین وارد بشین اونجا نوشته. معمولا 4 ماه هستش که مثلا میگن در 4 ماه آینده شما باید چیکار کنین وارد آمریکا بشین. سر مرز که میرسین، اون موقع هستش که border control براتون زمان رو میزنه. معمولا میزنن 6 ماه. یا مثلا اگر کسی اومده تقاضا کرده من میخوام سمینار فلانجا رو برم، که سمینار یه ماه دیگه هستش، شاید مثلا بهش 2 ماه بیشتر ویزا ندن. ولی به طور کلی من فکر میکنم کیس مثل کیس نامزد پسر شما، اگر ویزا بهش بدن 1-4 ماه بهش وقت میدن وارد آمریکا بشه. وارد آمریکا هم شد، احتمال زیاد داره که سر مرز به 6 ماه بزن. تو این 10 ماه حالا مشکل دیگه برمیخورین. مشکل دیگه برمیخورین اینه که اگر که دختر شما، اگر به حساب این نامزد پسر شما، اگر پسر شما سیتیزن بود، خب این دختره موقعی که با ویزای ولید اینجا هستش، پسرتون که اومد اینجا همینجا میتونن فوراً اگر بخوان ازدواج کنن، فوراً ازدواج میکنن و تقاضای چنج آف استاتس میکنن.
ولی اگر احیانا گرین کارت داشته باشه به مشکل بر. گرین کارتش همجوری باشه به مشکل برمیخورم، برای اینکه ممکنه اون دختره out of status بشه. یعنی نمیتونن اینجا ازدواج کنن با هم کسی که با ویزای توریستی اومده و پسر من که نه نه من اینو نگفتم. ازدواج میتونن بکنن، ولی اون دختر باید، برای اینکه شما موقعی که میرین توی همون ویزا بولتن نگاه که میکنین میبینین برای کسی که میخواد، یک کسی که گرین کارت داره میخواد همسرشو بیاره، الان 2015 رو میدن. مثلا بگیم این دختر فردا صبح وارد میشه، 6 ماه بیشتر بهش وقت نمیدن. بعد از 6 ماه میخواد چیکار کنه؟ پسر شما میگم 2 ماه دیگه وارد شدن، ازدواج کردن. بعد از اینکه 6 ماه تمام شد این دختر ایلیگال میشه. آره، شانس این که یک سال 6 ماه یه بار دیگه تمدید کنه، یک سال بمونه، انقدر که اینا یک سالشو کنار هم باشن، چون این دختر خانم تو ایران تنهاست و آره خود براش مشکل دوری. اون شانس پسر منم به خاطر پروسه که میخواد برایشون تقاضا کنه باید اینجا بمونه و این مسائل. اون شانس هست؟ شانس این که یک سال بکنه ویزاشو داره آقای دکتر؟ شانسش اینه که 6 ماه دیگه اضافه بکنه. ولی باید توجه بکنین موقعی که این دختر اینجا میمونه ازدواج میکنن، پسرتون تقاضا میکنه براش که اون موقع که میخوان 6 ماه دیگه اضافه بکنن. من کیسی داشتم که متاسفانه در آریزونا 2 مرتبه من اینو 6 ماه تمدیدش کردم، ولی 6 ماه سومشو تمدید نشد و متاسفانه این شخص باید از مملکت خارج بشه و ویزا بگیره و برگرده. اوکی؟ بله خیلی ممنونم آقای دکتر. باز نهایت شرمندگی، یه سوال کوتاه دیگه داشتم. الان وقتی اینترنتی که برای ویزای توریستی از سفارت ها میگیرن معمولا چقدر بعد، شما اطلاعی دارین که چقدر بعد این وقت رو میدن؟ نه من اطلاع دقیقا ندارم. شما فرم DS-160 که پر میکنین همونجا بهتون میگه که بعد از این DS-160 پر شد سابمیت شد، بعدا نگاه میکنین تو همون سایت، اون وقت بهتون میده که کدوم سفارتخونه ها وقت دارن. بعضی ما بگویم 3-4 ماه آینده هم وقت نشته باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر از راهنماییاتون، واقعا ما خیلی استفاده میکنیم. من این پروسه پسرم رو با راهنمایی های شما خیلی دقیق گذروندم بدون اینکه هیچ هزینه ای بکنم. واقعا پس شما شدین چیست؟ کمک وکیل شدی؟ آره واقعا با این برنامه خوبی که شما دارین، واقعا کسی که بیننده باشه از این اطلاعات خوبی که شما در اختیار ما میذارین کمی از وقت. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. روز شما بخیر. بفهمید. درود بر شما. بفهمید. ببخشید من یه خواهرزادم الان 3 روز وارد شده گرین کارت داشته، منتها 3 سال پیش اومده و رفته، منتها به خاطر اینکه دانشجو 25 سالشه، الان هم دانشجو بود هم سربازی نذاشتن، یعنی نمیذاشتن، نتونسته بود، ولی الان 3 روز اخیر رسیده اینجا. به هر حال مشکلی پیش نیومده، منتها اینم ازدواج کرده میخواد همسرشو بیاره، الانم اومده که ساکن بشه اینجا هست. منتها الان میگم ظرف 3 روز دنبال کار و خونه و اینا بگیره که چیز کنه. چجوری میتونه اقدام کنه که خانومشو بیاره؟ میتونه اصلا؟ خب این قبل خانومش ازدواج کردن در ایران هستش، این شخص اومده آمریکا بعد از یه مدت زیادی هم که اینجا نبوده، چون مشکلات سربازی و به حساب نمیتونست خارج بشه، سر مرز ایرادی ازش نگرفتن و وارد شده. ولی خانومش که ازدواج کرده هستش، نامزد نیست، در ایرانه، درسته یا نه؟ بله. خیلی خوب، ایشون میتونه تقاضا بکنه فورا برای خانومش و بره یا اینجا ثبت کنه تا خانومش بیاد، یا میتونه برگرده بره ایران پلو خانومش بمونه تا موقعی که کار. الان چه جوری برای خانومش درخواست کنه، برای درخواست گرین کارت کنه؟ شما از کجا زنگ میزنین؟ میتونه، ببخشید نشنیدم. یس yes, بله میتونه تقاضا کنه. میتونه تقاضا، چه فرمی باید بره کجا تقاضا بده؟ از شما از کجا زنگ میزنین؟ من از سندیگو زنگ میزنم. از سندیگو زنگ میزنین. این پسر شما کارش چی هستش؟ خواهرزادمه. خواهرزادتون کارش چیه؟ من عمرانه. الان خودش رسید، من الان میدم گوشی رو به خودش، نبودش الان رسیدش، من میدم با خودش. خیلی ممنون. سلام. درود بر شما. بفرمایید.
خوب هستی. جناب من الان اومدم آمریکا بعد از 3 سال، حالا با مشکلاتی که تونستم حلش کنم توی فرودگاه، الان داخل سندیگو هستم و میخوام که با گرین کارتم برای اومدن خانومم به آمریکا اقدام کنم. شما به کامپیوتر واری آشنایی دارین؟ تقریبا بله. باید برین توی USCIS USCIS.gov بله، و اونجا اون فرم نگاه کنیم، برای کسانی که میخوان تقاضا برای همسرشون بکنن اون فرم رو در بیارین. اینستراکشنش اونجا نوشته شده، قدم به قدم اون اینستراکشن رو دنبال بکنیم، فرم رو پر کنیم بفرستیم بره. بفرستم برای خود همونجا و دیگه نیاز نیست اصلا برم پیش وکیل دیگه‌ای؟ من اگر جای شما باشم یه وکیل میگیرم، ولی چون از من نپرسیدین سوالی که آیا وکیل لازم دارم یا نه، من جواب ندادم. ولی اگر سوالتون این باشه که آیا من وکیل احتیاج دارم، من فکر میکنم شاید بهتره که وکیل بگیرین. بعد خود شما خودتون کجا هستی؟ آیا شما خودتون هم این کار انجام میدیم که ما بخوایم کار کنیم؟ من در لس آنجلس هستم، کلاینت های زیادی در سندیگو و سراسر آمریکا دارم که بعضی 90% چون اصلا ندیدمشون، از طریق ایمیل و اینترنت با هم دیگه کار میکنیم. خب پس من شماره شما رو دارم، بعد جداگونه با شما تماس بگیرم. Yes. بعد یک سوال دیگه داشتم، من امکان این که بخوام برای وایت پاسپورت اقدام کنم و دارم الان؟ بله بله، من گفتم به اون خانم، گفتم که شما تقاضا میکنی به حساب یک رینتری پرمیت میگیری، میری با خانومت هستی تا موقعی که کار خانومت درست بشه. اون موقع من رو اگر که از احیانا دفتر ما رو به عنوان وکالت انتخاب کردی، من قدم قدم راهنماییت میکنم. آه خیلی ممنون. پس برای وایت پاسپورت و کارهای خانومم میرسم خدمت خود شما. اوکی دتس گود، خیلی ممنون. من باش. به شماره خودتون تماس میگیرم، وقت میگیرم و اینا. اوکی خیلی ممنون، روز شما خوب. بفرمایید. بفرمایید خانم. میخواستم سوال کنم، دخترم پارسال از ایران ازدواج کرده، 10 ماه اپلای کرده برای شوهری، خواستم ببینم طول میشه که دخترم ببینم دختر شما سیتیزنه یا گرین کارت داره؟ سیتیزنه. اگر 10 ماه تقاضا کرده دیگه الان باید نوبت همسرش باشه که بیاد اینجا. چه کار باید بکنه؟ ببین تلفنت یک کمی من قشنگ نمیشنوم، یک کاری با تلفنت میتونی بکنی که من صداتون رو قشنگ بفهمم؟ چه کار کنم؟ ببین تلویزیون هم داری تماشا میکنی الان؟ بله. تلویزیون تو ببند. بله تلویزیون رو Okay. تلویزیون خاموش کردی؟ بله. خیلی خب، دختر شما سیتیزنه، 10 ماه پیش رفته ایران، ازدواج کرده و تقاضا کرده برای همسرش بیاد آمریکا. بله. خیلی خوب. آیا نامه اول براتون رسیده یا نه؟ نه نرسیده. هیچی. 10 ماه پیش تقاضا کردین. بذار یه سوال دیگه بکنم، موقع تقاضا کردین آیا یه چک برای فایلین فی فرستادین یا نفرستادین؟ بله فرستاده. خیلی خوب، آیا رسید چک براتون اومده یا نیومده؟ نمیدونم، فکر کنم اومده باشه. حتما اومده. اگرم احیانا نیومده باشه، برین کپی چکتون رو از بانک بگیرین، پشت چک نگاه کنین، یه شماره زده، همون شماره پرونده شماست. اوکی. بعدن یه نامه ای باید که من 10 ماه الان تعجب میکنم چرا نامه دوم نیومده. آیا نامه دوم براتون اومده یا نیومده؟ نه نیومده. میتونی دوشنبه به من زنگ بزنی با هم صحبت کنی؟ بله بله. آره دوشنبه زنگ بزن با هم صحبت کنی. متشکرم. مرسی. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. بفهمید. بفهمید خانم. درود بر شما آقای دکتر، خسته نباشید. درود بر شما خانم. من پسرم اومد آمریکا
9 سال تو سوئد زندگی میکنه، بالای 20 سال تو سوئد زندگی میکنه. بعد وقتی دیپلمش رو گرفت اومد آمریکا، بعد 9 سال تو آمریکا بود، بعد لیسانس و فوق لیسانس و با نمرات عالی و دیگه اونر استودنت گرفت و برگشت رفت دوباره سوئد و اونجا هم کار گرفت و کار میکنه. بعد این در این فاصله 2 بار 3 بار اومد تابستون برای دیدن ما، رفت اومد رفت. و پارسال که آقای اوباما لطف کردن به ایرانی و محبت کردن، بعد آقای اوباما محبت نکردن، قانون محبت کرده. قانونی که زمان اوباما بوده. بله بله بفهمید، زمان ترامپ نشده، همه اینو به حساب ترامپ میذارن. و ایشون بعد دوباره پسر من طبق معمول برای تعطیلاتش دوباره تقاضا کرد، تقاضا کرد و ایشون رد کردن. جواب در جوابم گفتن که حالا من نمیخوام نیست ویزا بدم. حالا نفهمیدم گفتن رد کردن، بعدا چی شد؟ بهش گفتن که پسرم گفت آخه چرا نمیخوای بدی؟ گفت حالا دلم نمیخواد تو ویزا بدم. ولی بعدا نامی که بهش گفتن ما فکر نمیکنیم که تو میخوای بری اونجا بمونی، یعنی چین چیزی گفت مامانت اونجا، خواهرت اونجاست، میخوای بری بمونی. در حالی که قبلا اومده، یعنی بعد از اینکه از آمریکا فوق لیسانس گرفت رفت، دو بار سه بار اومد و رفت. هیچ وقت یک روزم غیرقانونی نبود، حتی در آمریکا هم یک لحظه کار غیرقانونی نشد، حتی در من. در صورت پارسال بهش اینجوری گفت، گفتن که نه نه، بگو ما هی دلیلی نمیدونیم که تو بر نگرد. بعد هیچ، الان دوباره امسال میخواد تقاضا کنه، همش نگران دلواپس میگه نمیدونم چیکار کنم، میترسم دوباره به من ندن. ولی از اون آقایی که بهش ویزا نداد گفت من چیکار کنم، گفت خیلی خب دوباره تقاضا کن. گفت که گفتم فردا. ولی الان یه سالی که دوباره یه از محل کارش مرخصی داره آگست، همش نگرانه، میگه من نمیدونم تقاضا بکنم به من میدن یا نمیدن. من میگم منم نمیدونم، اگه دوبار به تو ندن شاید مشکل بیشتر بشه. ببینین، اولا اون صحبتی که آخر کردین که 2 مرتبه بهت ندن ممکنه بیشتر باشه، میتونه درست باشه میتونه درست نباشه. برای اینکه دفعه اول یا دومی که اومدن، این 2 دفعه که اومدن ایشون رو دینای کردن، ایشون ثابت نکرده که من بر میگردم به مملکتم، به مملکتی که دارم زندگی میکنم، به سوئد یا هر جایی که هستش. من فکر میکنم که ایشون اگر که فرمی که پر میکنه که الان ایشون آیا مسافرتی به ایران کرده در ظرف 5-6 سال؟ نه. خیلی خوب. شرایطی که آقای اوباما گذاشتن هیچ کدوم شامل به این نمیشه. هیچ کدوم. خیلی خوب. من فکر میکنم که ایشون میره اونجا تقاضای ویزای 10 ساله میکنه، ویزای 10 ساله باید بهش بدن. ایشون اونجا گفتین که از کارش مرخصی گرفته، یعنی کار داره. اونجا داره زندگی میکنه، حتما یه آپارتمان داره یا خونه داره. اونجا همسر داره یا نداره؟ نه خیلی سوال نکرده. متاسفانه آپارتمان هم نداره یا همین اجاره نشینه. پس کجا؟ بالاخره اجاره که میده که؟ بله. قرارداد اجاره میده. بله. قرارداد اجاره رو داره یا نه؟ حتما داره. بله. خیلی خوب. من فکر می‌کنم اونا رو ببره به کنسول نشون بده و نشون بده که من دلیل نداره بخوام آمریکا زندگی بکنم. و اگر نشون بده که من وابستگی دارم به مملکتی دارم زندگی میکنم، بهش ویزا میدن. اگر احیانا خواستش پیش از اینکه بره تقاضای ویزا بکنه، بهش بگین یه زنگی به من بزنه، من بیشتر راهنماییش کنم. باشه. چشم. فقط میخواستم بگم اون جایی که اداره که کار میکنه یکی از مهمترین اداره سوئده که خیلی در تمام شهرستان ها همه شعبه داره، یعنی خیلی خیلی وسیعه. به هر حال رئیس ادارهش گفته که من برای تو این دفعه نامه می نویسم که دیگه تو رد نکنه. الان میخواستم بگم تاثیر داره اگه تاثیر داره که ایشون داره اینجا کارمند سالها اینجا کار کرده، در آتی هم هیچ مشکلی باش نداریم، کارش رو ادامه میده. آره بی تاثیر نیست. اوکی باشه. چش. خیلی ممنون. میگم که حتما به شما زنگ بزنه. خیلی متشکر از محبتتون. راهنماییتون. خواهش میکنم. بفهمید. درود بر شما خانم. من گرین کارت امریکا رو دارم. اوکی. بعد نظر خوشی یه مقداری نمیتونم که یاد بگیرم درست و این تکتیر میخونم، نمیتونم برای این تمامی چیزی که آمادی که پیدا کنم و نمیدونم چی کار باید بکنم.
خواستم از شما کمک بخوام تشخیص بگیرم چیکار میتونم بکنم. کجا هستین شما؟ من ارواین هستم. ارواین کالیفرنیا هستین؟ بله. شما دوشنبه زنگ بزنیم به من. آیا پلو دکتر میرین الان برای مشکلی که دارین یا نه؟ رفتم ولی آقای دکتر اونطوری که به اصطلاح هست نمیگم که مثلا مسئله داری، ولی خودم کاملا سوالا میخونم بلا فاصله بخوام سوال جواب بدم یادم میره. چند سالتونه خانم شما؟ 71 سال. چند سال گرین کارت دارین؟ الان 6 ساله. 6 ساله. 6 سالم هم تموم شده. اوکی. من فکر کنم اگر دوشنبه زنگ بزنی یکم با هم دیگه صحبت بکنیم، شاید یه راهی بتونیم پیدا کنیم. خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید مزاحم شدم. نه خوب کاری کردی، خوب کاری کردی. دوشنبه زنگ بزن با هم صحبت بکنیم. خیلی لطف کردی آقای دکتر. خب برنامه من تموم شد، هی دارن فلش میزنن که چه پایان. این آقای امیرخان اون پشت همیشه این شلوغ بازی رو در میاره. تا هفته دیگه، روز روزگار شما خوش. و کسانی که روی خط هستن من وای میشم تلفن رو جواب میدم. تا هفته دیگه. دفتر حقوقی ایرج ناصریان با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی در نهایت صداقت و درایت. متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی میباشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه‌گذاری EB-5، سرمایه‌گذاری EB-2، حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیرقانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900 877-331-4413. دفتر حقوقی ایرج ناصریان.